آب لوله کشی را نخورید. این توصیه وزیر بهداشت ایران به زنان باردار و کودکان تهرانی است. پس از آنکه 6 ماه فعالان محیط زیست و کارشناسان مختلف از آلودگی آب تهران گفتند و مسئولان هم تکذیب کردند، امروز سرانجام مرضیه وحید دستیاردی از آلودگی آب لوله کشی تهران به نیترات خبر داده. نگین شیراقایی در گزارشش میگوید که نیترات چیست و چرا آب شرب نباید بیش از حد معینی نیترات داشته باشد. رسیدن به جنوب تهران برای مردم و اتومبیل‌هایشان کار سختی است، اما همین راه برای آب‌های آلوده چون اتوبانی ششبانده است بدون ترافیک. حالا این آب‌های آلوده مشکلی شده در کنار صدها مشکل دیگر تهران. پس از ماه‌ها کشمکش و تکذیب، امروز وزیر بهداشت آلودگی آب نوشیدنی بخش‌هایی از تهران را به نیترات تایید کرد. ماده شیمیایی که میگویند خون تهرانی ها را کم اکسیژن می کند، همچون هوایشان. نیترات در سیستم گوارش انسان تبدیل به نیتریت می شود. نیتریت وقتی به خون می رسد، آهن موجود در هموگلوبین را اکسید می کند که همین باعث می شود هموگلوبین که اکسیژن را به سلول های بدن می رساند، جایی برای حمل اکسیژن نداشته باشد. جوشاندن آب هم نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه نسبت نیترات را به آب داخل ظرف بالاتر می‌برد. برای همین غذایی که با این آب تهیه می‌شود بیش از حد استاندارد نیترات دارد. تجربه کشورهای دیگر نشان داده که داشتن سیستم فاضلاب شهری تا حد زیادی می‌تواند مانع از مشکل آب آلوده به نیترات باشد، سیستمی که مانع از نفوذ آب آلوده به منابع آب شرب شود. دولت‌های مختلف در ایران طرح فاضلاب شهری را پیگیری کردند، اما گویی تا کنون این آب از همه آنها در انجام وظیفه‌اش مصمم‌تر بوده است. نگین شیراقایی، BBC. در گفتگویی با بهروز دهزاد، استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران، پرسیدم که نیترات آب تهران چطور افزایش پیدا کرده؟ چاهای شهری پیدا بشه عمدتاً از چاهای جذبی، چاهای فاضلاب خونه ها نفوذ میکنه و خود نیترات به این شکلش زیاد خطری نداره، ولی وقتی وارد بدن میشه توسط باکتری های روده کوچک تجزیه میشه به نیتریت. نیتریت هستش که فوق العاده خطرناک به خصوص برای کودکان و افراد سالخورده هستش، چون در این دو طبقه فعالیت این باکتری ها خیلی زیاد هستش در روده. و شما فکر میکنید که برای اینکه حالا اگر خانواده ها بخوان راهی برای پیشگیری داشته باشن، اون راه چه خواهد بود؟ چه کار میتونن بکنن که خطراتش رو کمتر بکنن اگر در آب تهران وجود داره؟ بله، در آب تهران وجود داره، مقدارش هم بالا هستش. من سالها قبل پیشنهاد کرده بودم به دولت که آب آشامیدنی رو از آب مصرفی جدا کنند. آب آشامیدنی رو به راحتی میشه از طریق همین بستی‌های به اصطلاح آب معدنی که عمدتاً آب آشامیدنی هستند مردم تهیه بکنند و از آبی که در شبکه لوله کشی شهر هست به جز آشامیدن استفاده بکنند. و فکر میکنید که حالا غیر از این که این مشکل در آب لوله کشی وجود داره، اون آبهایی که در بطری هستن همه سالمن و از جای درست تهیه میشن؟ خیر، متاسفانه بخشی از این آبها آلودگی های میکروبی دارند، بخشی از اینها املاحشون بالا هستش، حتی آبهایی که به نام آب معدنی هست مقدار نیترات طبق آزمایشاتی که اخیراً انجام گرفته بالا هستش، فقط تعداد معدودی هستش که قابل استفاده هستن. خیر، همشون قابل اطمینان نیستن. آلودگی های دیگه ای هم در آب تهران وجود داره، سابقا هم بهش اشاره میشد بارها، اونها چی هستند و چطور میشه با اونها مقابله کرد؟ ببینید، به دنبال افزایش شدید و بی‌رویه جمعیت تهران، آب رودخانه های اطراف تهران که برای مصرف تأمین آب شهر استفاده می شد کفاف نداد و ناچار از آبهای چاهایی که احداث کردند، بیش از 1600 چاه احداث کردند در تهران، از این آبها استفاده می شود. این آبها مسلماً دارای آلودگی های مختلفی هستش که عمدتاً آلودگی های میکروبی هستش که البته اینها رو کاملا کنترل میکنه سازمان آب هر 2 ساعت به 2 ساعت، ولی خب املاحشون بالا هستش، بسیار بالا هستش و بسیاری از خانواده ها من برخورد کردم که از این با
بالا بودن املاح، به خصوص قشتی که در کتری و سماور و ظروفشون میشینه گره دارن. خب مسلما این املاح در بدن میتونه رسوب گذاری کنه و ناراحتی‌های مختلفی رو ایجاد بکنه. ولی خب میپذیرید که همه امکان اینو ندارن که آب رو بخرن در بطری، آیا راه دیگه مثلا جوشوندن آب یا راه های دیگه هست که بتونه این مشکل رو در آب تهران برطرف بکنه؟ جوشوندن آب فقط سختی آب رو کم میکنه، متاسفانه میزان نیترات رو تأثیری درش نداره. نیترات باید حتما از طریق پالایش به صدا شیمیایی و فیزیکی انجام بگیره که خب هزینه‌اش هم بالا هستش و از این خاطر خطر نیترات رو رفع نمی‌کنه، ولی سختی آب رو کم می‌کنه. اگر این خطر از قبل هم وجود داشته، فکر می‌کنید چرا الان اینقدر جدی اعلام شده که وزیر بهداشت راجبش صحبت کرده؟ قبلا وجود داشته، منتها نه به این شدت. الان من یک زمانی که خودم رفته بودم آب تصفیه شده جداگانه رو بخرم، دیدم یک اعلامیه‌ای زدن مقدار نیترات آب تهران رو 17 میلی گرم نوشته بودن که فوق‌العاده بالا هستش و فوق‌العاده خطرناک هستش. الان خیلی شدت پیدا کرده و مردم هم آگاهی بیشتری پیدا کردن، چون به هر حال آب تهران آب مطمئنی بوده همیشه و یکی از بهترین آب‌های شاید دنیا بوده، ولی متأسفانه در چند سال اخیر به شدت کیفیتش کاهش پیدا کرده، به نحوی که الان در شرایط خوب مناسبی برای آشامیدن نیست.